بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. القدر والسلام بكندهار ننجرهار وخوص اقتصاد بانزيو محترم رئيس ايبانو مبانو معزز وبانقوالو بدكتوراه ماستري او لسانس مقاطعو محترم معزلينو درخان ماجدينو جرانو استاذو او تنکی ما شمانو گران و خارجی و داخلی من منو خوین رو اولونو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اجازه را کری چی دی ملی اوالی حکومت مشد قابل جلال معاب محمد اشرف غنی در افغانستان اسلامی جمهوریت پولس مشد او در افغانستان اسلامی جمهوریت اجرای رئیس جلال معاب دکتور عبدالله پیغامونه اونی که هیلی دی هیواد استقلال دی بیرت انتبلاس کولو و نوی مکلیزه و مناسبت تاسو تولو و عزیزان دورنگی آن قدر و ملمانو استدبری افغانستان تاریخ دی بیارنو میلان ام قربانی و ده ده با همت افغانان دی تاریخ که اردو که از کل اپردیو تا دی تسلیم سر نده ایچ کرد او د خپلواکۍ او استقلال د کچولو لپاره یې په خوله یووالی او مېړانه د خپلو وینو په تویېدو قرباني ورکړې او افغانستان ته یې ازادۍ او خپلواکۍ ګټلې. ګران عزیزانو، نن موږ او تاسو په ډېر غرور او افتخار د استقلال په نوم کلیزه چې د غازي امان الله خان په مدبرانه قیادت او رهبرۍ او زموږ د پلرونو او نیکونو په سرکندنه ترلاسه شوی درمان شو. نزمت دزمالی دمیاشتی، دزمالی دمیاشتی اتویستم دیگران افغانستان دی آزادی دلالی شهیدان و غازیان و سرکندن کو اتران و دیگاری نیو درناوی و رست یو زمیا دی تاکیبور تا مبارک Respected guests, ladies and gentlemen, it gives me a great pleasure and honor to extend to you all a very warm welcome on behalf of the Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in Kuala Lumpur for joining us to celebrate Afghanistan Independence Day. Today, 19th of August, we commemorate and celebrate the 97th anniversary of regaining of our independence from Britain. It is a time to pay our respect to our forefathers, great freedom fighters under the wise leadership of the King Aman Allah Khan for their strength of spirit, their unfailing courage and bravery, who have laid their life for our freedom to allow us live with pride and honor. Distinguished guests, once again, thank you very much for coming and let me wish you all a happy Independence Day and a year ahead with grace, success, peace, and prosperity. بزرگ نهایت گرانقدر، ضمن اینکه میخوام یک بار دیگر این روز تاریخی و خجسته را به همه شما تبریک و مبارکباد بگویم، اجازه میخوام که در مورد دستاوردهای اخیر حکومت وحدت ملی افغانستان با وصف مداخلات و جنگ اعلام ناشده مسائل را حضور شما به عرض برسانم که در وقت غازی امام الله خان وقتی که استقلال را گرفت آرزوهایش بود که در مورد کار بکنند. اما حال با درک اهمیت این موضوع حکومت ما، دولت ما کوشش کرده که تا چیزهای را بر سرش کار بکنه که برای آینده اقتصادی افغانستان و زیربنای افغانستان اساسی باشه. در ظرف 8 ماه پروژه بسیار بزرگ اقتصادی ما پایپلاین گاز بود برام تپی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند ارزش 10 میلیون دلار به اپریل 2016 به امضا رسید. قرارداد دوم ما کاسا 1000
پروژه برق تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و پاکستان بود که در میلی دوازده برتش 1.17 بیلیون دلار به امضا رسید. البته قبلا پیشترم 10 بیلیون بود. افتتاح بند سلما در جون 2016 که صدراعظم هندوستان و افغانستان آمد و بند سلما یکی از پروژه های بسیار قدیمی بود که ما شنیده بودیم، یک آرزو بود، اما حال جامعه عمل کشید و به قهر برداری گذاشته شد. همین قسم امضای موافقت نامه بندر چابهار، افتتاح تعمیر بزرگ پارلمان افغانستان، موافقت نامه خط آهن با کشورهای مختلف با ترکمنستان، چین و ازبکستان، موافقت نامه رای ابریشم، رای لاجورد و عضویت افغانستان در سازمان بین المللی تجارت دستاوردهای بسیار مهمی بوده که همچنان در بخش سیاسی امنیتی نشستهای بین المللی که صورت گرفته و بر افغانستان و تضمین آینده افغانستان را داشت نشست ناتو بود و بعدم کنفرانس وارسا که تعهد و کارکرد افغانستان را ستایش کردند و به جهانیان نشان داده شد که افغانستان تنها گذاشته نمیشه. حضار نهایت محترم کنفرانس بروکسل در 4 اکتبر و 5 اکتبر میشه که افغانستان آمادگی های لازم خود را داره انشاءالله که نه تنها در بخش کمک ها و تعهد بلکه در بخش اقتصادی افغانستان و سرمایه گذاری در افغانستان انشاءالله کمک خواهد کرد. میخواهم مختصرم به اجازه شما در مورد شاهاندار غازی صحبت بکنم. صحبت کردن پیرامون از او واقعا وقت زیاد را میگیرد. خلاص صحبت خواهد کردیم برای زیک استاده هم رفت کردن این رابطه صحبت خواهد داشتن. برای جوان ها زیادتر مهم است تا حتما معلومات دارن و بازم چیزایی را بشنوم که در رهبری خردمندانه غازی امان الله خان نهفته بود و بر افغانستان یکی از شاههای بسیار مترقی و دلسوز بود. در مورد بعدن در مورد یک چهره از لاهوتی هست که مختصر چند بستهش خواهد خواندم. امان الله خان بعد از استقلال افغانستان و اعلام جنگ با انگلیس چنین گفت: ملت عزیز من این لباس سربازی را از تن بیرون نمی کنم تا که لباس استقلال را برای مادر وطن تهیه نسازم. من این شمشیر را در غلاف نمی کنم تا که غاصبان حقوق ملتم را به جای خود ننشانم. ای ملت عزیز، ای سربازان فداکار من، بیاورید آخرین هستی خود را برای نجات وطن، بیایید تا که سرهای پرغیرت خود را برای خلاصی وطن فدا سازید. لاهوتی شاعر نامور چنین گفته است: زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست، زندگی آزادی انسان و استقلال اوست، بهر آزادی جدل کن بندگی در کار نیست. دستاورد بزرگ غازی امان الله خان تدوین اولین قانون اساسی بود که تصویب شد از طرف دو جلگه در جلال آباد و عمان که در روز یاد چیز مهم تأمین وحدت ملی، مساوی بودن حقوق اتباع و عدالت اجتماعی مزمل بوده بود، گفته شده بود. خطاب به مردم بازم امان الله خان گفته است: همه اقوام افغانستان یک ملت هستیم و آن افغان است و اولین نعمتی که افغانستان مایل است استقلال می باشد. پس استقلال خود را همیشه حمایت کنید و برای حفظ آن بیدار باشید. بازم گفته چنین:
هندو، هزاره، شیعه، سنی، احمدزایی و کوپلزایی نداره، بلکه همه یک ملت هستیم و آن هم افغان. بعدا کارهای مهم دیگه البته جواب بوده و مختصرا صحبت خواهد کردم. سیستم مالیات برای اولین بار در افغانستان تنظیم شد، ادارات گمرکی جور شد، بودجه تدبیر شد، افتتاح بانک ملی برای اولین بار شد، پول انگلیسی خارجی برای اولین بار تغییر شد به پول افغانی، بردگی و بیکاری لغو شد، من شکنجه و عذاب قانونی شد که منع شد. بعد از اون در مورد مطبوعات و معارف توجه نهایت زیاد شد. نقش محمود طرزی البته بعضی یک ژورنالیست بزرگ و سیاستدان بزرگ برای کارهای که امان الله خان کردن نهایت اساسی و عمده بوده. محمود طرزی پدر ژورنالیسم افغانستان هست. در زمان البته در معارف تحریمات ابتدایی جبری شد، مکاتب 322 با مکتب افتتاح شد و 51,000 محصل متعلم در او درس میخوان. زبانهای خارجی برای اولین بار مروج شد که تدریس شوند. نسل جوان در حدود 100 نفر دختر و پسر و خارج فرستاده شد تا تحصیل بکنند. کتابخانه دو کتابخانه بسیار بزرگ افتتاح شد. برای اولین بار سینما و تئاتر در افغانستان جور شد. نشریه ها زیاد جور شد، تقریبا 13 جریده رسمی و 3 جریده شخصی و خصوصی به کار آغاز کرد که نشریات انیس، سحر و نوروز از جمله نشرات شخصی بود. در مورد حقوق زنان غازی امان‌الله مدافع از او بود. مساوی بودن حقوق زنان و مردان در بار اول تسجیل ساخت، در قانون اساسی ذکر شد. مکاتب دخترانه به وجود آمد. انجمن حمایت از نسوان و نشریه ارشاد نسوان به وجود آمد. بالاخره در بخش اقتصاد انکشاف صنایع، ایجاد ده ها فابریکه، ترانسپورت، شاهراه زمینی و هوایی، برق و خط آهن برای اشکار صورت گرفت. موضوعاتی هست که هر کدام از این میشه در موردش و نیم ساعت یک ساعت صورت بگیره، چون میفهم که خواهرهای ما بیشتر توجه دارن به صحبتهای من، مختصر صحبت میکنم. مهم بخش سیاست خارجی امان الله خان است. بازم نقش محمود طرزی بعض اولین وزیر خارجی افغانستان بسیار محصر و بسیار مهم بوده. کسب استقلال سیاسی برای اولین بار در سه روابط بین‌المللی تبارز کرد در افغانستان. اولین بار سیاست خارجی به صفت نهاد مستقل در سیستم دولتداری تدوین یافت. بسیار مهم است. دیپلماسی فعال افغانستان پیدا کرد. سفارتخانه ها باز شد. برای سفارتخانه ها اولین بار قاضی امان الله خان تعمیر خریده که در تاریخ وزارت خارجه افغانستان سرش دادم افتخار میکنم. هیئت های به کشورهای مختلف فرستاده شد تا از افغانستان نمایندگی بکنه و افغانستان را معرفی بکنه. در کنفرانس های بین المللی اولین بار هیئت های افغانستان اشتراک کرد. استفاده از لابیینگ به عنوان یک وسیله دیپلماسی اولین بار استفاده صورت گرفت و بسیار موفق بود. حائل قرار دادن افغانستان بین دو قدرت بزرگ در اون وقت که انگلیس بود و روسیه شوروی بود، قاضی امان الله خان دانست که با پالیسی بسیار موفق با روسیه شوروی مناسبات دوستانه ایجاد بکنه، اما با حفظ بی‌طرفی و آزادی افغانستان و همچنان چون برای بالا انگلیس باز هم اعتماد وجود نداشت، آماده از این شد که کشورهای دیگه را با خود بسازد تا اگر احیانا باز هم حمله بکنه انگلیس که با انگلیس مشترک هم بتانه جواب بده. دوستی با روسیه گفته شد. حفظ بی‌طرفی افغانستان
استفاده از دیپلماسی جنگ بسیار مهم است که با قاضی امان الله خان با هم امکانات همه افغان لشکر بزرگی را از تقوام مختلف از ولایات مختلف افغانستان آماده ساختا که بر ضد انگلیس بجنگد و فشار بالای از او بیاید که نتیجه از او بالاخره این شد که انگلیس ها مجبور شود که استقلال افغانستان را به رسمیت بشناسه و از افغانستان برد. سفرهای امان الله خان مختصر نرز میکنم، بعد از اون در مورد بعض کوتاهی ها و اشتباهاتی که صورت گرفته مختصر نرز خواهد کردم. 12 کشور سفر کرد، دو معرف افغانستان و دیدی پوپلزایی و دکتر زمانی در این مورد گفته که بعضا انتقاد صورت میگرفت که ازینی بزرگی برای سفرها باید شده باشند. قاضی امان الله خان سفرهای را انتخاب کرد که هزینه زوره کشور میزبان برش میره. کشورهایی که قبول کرد که امان الله خان در پیسه سفر شبته به اوجه سفر کرد. امریکا در وقت نپذیرفت که قاضی امان الله خان سفر کنه و قاضی امان الله خان هم نپذیرفت که برد. دگر به حیث سفر استیت بزد و سفر رسمی شما میپذیرین، ما اشتراف میکنیم و در غیر زو نمیده. در مورد سفرهای خود قاضی امان الله خان چنین گفته است: هدف از سفرهایم به کشورهای مختلف دنیا این بوده تا افغانستان تازه به استقلال رسیده را به جهان معرفی کنم، تا افغانستان را به رسمیت بشناسند و بفهمند که افغانستان رژیم مترقی و زعامت دموکراتیک دارد، از انزوای سیاسی رهانیده شود و نیز دنیا را دیده چیزای